خب همراهان عزیز ما به شما سلام میگیم و من و یلنا در قسمت نوزدهم از برنامه من یک زن هستم اومدیم به خانه های شما و اما ما هفته قبل در مورد در واقع یه مادر یه مصاحبه داشتیم مادر پرمشغلهی رو باش صحبت کردیم یه یعنی ننا جان که سمیرا بود اسمش و از اون شنیدیم و بنا شدیم اما امروز میخوام بگیم که در تمام این در واقع سختی هایی که یه مسئولیت مادری داره یعنی اون مشغله هایی که ما همه ما مادرها داریم حالا یکی کمتر یکی بیشتر یکی حمایت بیشتری داره یکی کمتر اما فکر میکنم یلنا یه موضوع خیلی مهمه که ما هویت شخصی خودمون رو فراموش نکنیم ما ارزش های خودمون رو اول به عنوان یک انسان و بعد به عنوان یک زن فراموش نکنیم و نریم فقط توی قالب اینکه مادریم و بخوایم فقط دیگه مادر باشیم چون من فکر میکنم اگه اینطور باشه یلنا من دیدم مادرهایی که بعد وقتی بچه ها بزرگ میشن در واقع هی انگار مهنت میذار از سر بچه یا با شکایت به بچه میگم من تمام جوونی رو گذاشتم پای تو من از استعدادا و ارزش های خودم گذاشتم پای تو به خاطر تو گذاشتم و من در واقع خودم رو قربانی کردم و این من فکر میکنم خوب نیست توی رابطه مادر و فرزندم این تاثیر میذاره پس خیلی مهمه که ارزش رو حفظ کنیم حالا جالب اینجاست که اصلا وقتی بچه ها بزرگ میشن اصلا یاد نمیکنن از اینکه مادر چه غذایی برای من پخته مادر آ... چه لباسی برای من پوشونده یا آ... م... یا آ... چه کارایی که حالا ما ایرانی ها بیشتر روش تمرکز داریم سر وقت مثلا به من صبحانه داده, داده. سر ساعت نهار داده برای به خواب من توجه کرده بچه نیازش نیاز حالا تنها برآورده کردن نیازهای فیزیکی نیست یک بچه نیاز داره که مادر زمانی بذاره برای فرزندش و فکر میکنم بچه هم نسرین جان نیاز دارن که مادر برای خودش هم زمان بذاره حالا من یه مثالی میزنم من یادم تا شاید سه سالگی بچه ها اصلا به این فکر نکردم که به خودم زمان بدم و همیشه وقتی بچه هم از من چیزی میخواستن من سری میدویدم میگفتم که اوکی پس الان حالا من دارم یه کاری انجام میدم یه کار خیلی مهمه میذاشتم زمین میدویدم ببینم بچه ها چی میگن البته باز سن بچه ها خیلی مهمه این, این بچه. منزول نمیگم منزول تو بچه‌ای که تازه متولد شده یا حالا این بچه کاملا نیازه من نمیگم حالا این بچه که کاملا نیازه ما به فکر خودمون باشیم آه... کاری که انجام میدیم و ادامه بدیم ولی بچه ها از یه سنی فکر میکنم که شاید سن سه سالگی بتونم بگم به بچه ها یا حتی بعضی بچه های دو ساله هستن که واقعا باهوشترن بهتر میتونن در... آمادگی بهتر دارم. دارم. این بچه ها میتونن بفهمن که وقتی مادر میگه من الان کار دارم به من پنج دقیقه فرصت بده دکتر هولاکوی میگفت که به بچه ها از سن دو سالگی به بالا صبر کردن رو یاد بدین یعنی یک بار وقتی که نیازی داره اون نیاز رو برآورده کنین اگر از شما آب خواست سریعا آب رو بهش برسونین اما برای اینکه آب دوباره خاست بهش بگین که دو دقیقه صبر کن ام. که شما این صبر کردن رو به بچه یاد بدین وقتی بچه یاد میگیره که یک واژه به نام صبر کردن هست فکر شروع میکنه به فکر کردن پس مادرم برای خودش یک عضویه یعنی الان من وقتی که نشستم دارم حالا اصلا یه قهوه برای خودم میخورم بارها اتفاق افتاده من صبونه وقتی که بچه رو صبونه دادم تموم شده برای خودم قهوه درست کردم خواستم کتاب بخونم برای خودم یه زبانی برای خودم بذارم بچه ها وقتی که منو صدا کردم بهشون گفتم که الان زمان مادره بذارین من این پنج دقیقه رو تموم کنم بعد پنج دقیقه میام سراغتون و واقعا نسرین نمیگم شاید از روز اول بچه ها اون برخورد و کامل ما... نپذیرن. اصلا, نپذیرن. اصلا, اصلا, اصلا مادر, مادر از... وقت مادری که من همیشه هر لحظه داشتم صداش میکردم الان از من صبر میخواد الان میگه که پنج دقیقه بعد انتظار تو رو برآورده میکنن اما بچه ها کم کم میفهمن بچه دانایی رو کم کم به دست میاره که این مادر به عنوان یک فرد خودش زمان داره، ارزش داره که به خودش هم برسه و فکر میکنم این آف حالا آف پسر من چون من سبه دو تا پسر هستم پسر من یاد میگیره که وقتی خودش همسر داشته باشه چطور میتونه به وقت همسرش ارزش بذاره وقتی همسرش مادر شد به فرزندش بگه که مادرم برای خودش زمان داره و این احترام و این در واقع... این رابطه همینجوری رشد پیدا میکنه اتفاقا یه حالا از در واقع یکی از جایی که من توی دوستیم با تو خب خیلی برکت میگیرم به جز اون تایمایی که حالا با هم دعا میکنیم با هم در واقع اون چیزی که از کلام بنا کرده میگیم درد و دل میکنیم اینه که یه جاهایی هم تو واقعا مثل یه خواهر بزرگتر چون من اینجا به جسته کسی ندارم <applause> میگه که خب الان ببین نصرین این, این کارم بکنی شاید جواب من در در رابطه با رایان همین کار فکر می کردم فکر میکردم بچه هست خب الان من هی باید بودم نیازاشو برطرف کنم ولی یادم یه روز گفتی نصرین ای رایان هم متوجه میشه امتحان کن و دقیقا از وقتی که رایان، منم مثلا میگم مثلا دارم قهوه میخورم میدوی میاد مثلا ماما اینا میخوام ماما اینا میخوام میگم ماما من الان میخوام قهوه بخوام البته بازم تغییر میگم نه اینکه یه نیازی داشته باشه که بعد همون نه. موقع نه بعضی وقت بچه ها همینجوری همجوری میانی مامان بیا مامان اصلا که تنهام که باشی تو رایان باشی تو خونه خب این بچه نیاز به ارتباط برقرار کرده بعد اون تا... اون بر یاد گرفته وقتی میونه من دارم قهوه میخورم میاد میگه قهوه مامان خودش هم حالا لیوان آبشو میاره آب میوش و میگه اینا لیوان آب رایان قهوه مامان پس دقیقا همینطوره و حالا به جز این یه من فکر میکنم که واقعا خیلی مهمه که ما به تغذیه خودمونم یعنی یکی از موارد دیگه اینه که به عنوان واقعا یه انسانی ما بعد به تغذیه‌مون هم برسیم کما اینکه حالا می‌بینیم خیلی وقتا ما اصلا فراموش میکنیم خیلی سعی می‌کنیم فقط یعنی حواسمون باید باشه که بچه امروز چی خورد من گاهی می‌بینم که همسرم چی خورد همسرم چی خورد حالا من گاهی می‌بینم که در طول روز همش حواسم هم بوده که رایا چی خورده حالا تو سنه رشد ولی اصلا به تغذیه خودم نرسیدم و تجربه خیلی بدی که من دارم بعد از زایمانم اون چند ماهه. اول بعد از زایمانم من اصلا به تغذیه خودم نرسیدم و تغذیه خوبی نداشتم که متاسفانه بعد از چند ماه وقت آزمایش دادم دکتر اصلا جو مونده بود که چقدر از ویتامین های بدن من در واقع به اون خطی رسیده بود که دیگه داشت آلارم جدی خطر رو میداد فکر میکنم تغذیه هم خیلی مهمه چون وقتی جسمت سالم باشه هم داریم اعلام میکنیم که به خودت ارزش دادی و هم که میتونی بهتر به بچه رسیدگی کنی نظرین یه،, یه دونه از این نکاتی هم که باز میتونیم اضافه کنیم به اینه که سرگرمی من یه بار داشتم از خونه میومدم اتفاقا خونه شما بعد دیدم یه آقای قلاب ماهیگیری و حالا ما داریم تو آپارتمان زندگی میکنیم که فکر نمیکنم همه دوچار همه زندگی خیلی لوکس و شیکی داشته باشن ب... ولی این آقا دیدم که داره غلابای ماهیگیری رو جمع میکنه میذاره توی ماشینش حالا میرفت ماهیگیری احت... حالا حدس همینه دیگه داشت میرفت ماهیگیری برای خودش یه سرگرمی داشت تو اون لحظه من اصلا اولین سوالی که پرسیدم از خودم گفتم که سرگرمی تو چیه؟ حالا نه فقط سرگرمی من، من مطمئنم سرگرمی خیلی از ایرانیای ما فقط خونه موندن، خانم های ایرانیا ها بگم خونه موندن آشپزی کردن به بچه رسیدن باشه. بعد من گفتم خب من ورزش بسکتبال دوست دارم مثلا ورزش کردن رو دوست دارم. ولی سالهاست اینو فراموش کردم نمیگم من، حالا بتونم برگردم مثل سالهای قبل هفته پنج روز بازی بکنم تمرین بکنم ولی فکر میکنم شاید حداقل هفته یک بار میتونم برای خودم وقت بذارم به این سرگرمی خودم برستم که مطمئنا حالا این وقتها هر چقدر هم کوچیک باشه انقدر تاثیرش مضاعف و بزرگه که اصلا من انرژی میگم حالا ممکنه آدم بگه که خب آدم بره ورزش میکنه بیاد خسته میشه اما چون این علاقه منه چون این سرگرمی منه چیزیه که من بهش واقعا علاقه دارم من امتحان کردم حالا چند هفته قبل یه ذره زودتر بیدار میشدم ساعت هفت میرفتم فقط 20 دقیقه قدم میزدم نسرین جان با اینکه از حالا زمان معمولی که از خواب بیدار می‌شد. شاید یه, زر... یه کم زودتر بود. اما احساس کردم چقدر روز پر انرژی دارم اون روز. ام. یک بارش هم حتی خب پسر کوچیکم یه زر زود از خواب بیدار, بیدار. میشه. یه روز هم اصلا پسر کوچیکم با من اومد. گفت که مامان منم میخوام باید پیاده روی کنم. بعد با هم رفتیم. ام. تو این زمان دیدم که چقدر زمان خوبی بود. هم من به خودم رسیدم، همه فرزندم رسیدم. ولی باز فرزندم یاد گرفت که مامان الان میخواد بره پیاده روی کنه ماما ما میخواد یه زمانی برای خودش خود بذاره و آه آه حالا کنار اینا نصر اینجا ما میخوایم یه اشاره ای هم بکنیم به گروه مادران یعنی در واقع جرقه این که ما از کجا متوجه شدیم که یک زن به یک مادر به غیر از اینکه باید به بچه و همسرش برسه نیازی هست که به خودش هم برسه ما وز شدیم به یک کلیسایی که اسمش مابس گروپسه حالا ما به ترجمه شو بکنیم گروه, گروه, مادران دقیقا گروه مادرانه این گروه مادران کمکی که به ما کرد اول این که خب ما صحیم شدیم با مادرای دیگه تونستیم باشون درد دل بکنیم نکته بعدی که به ما کمک کرد نسرین جان تو شعر بکنی قصه یه چیزی که من به من خیلی کمک کرد یعنی بر من خیلی جالب بود رنا وقتی که اولین جلسه منو رفتم در... که با مادرای دیگه در واقع با هم باشیم دیدم که چه جالب بود مثلا معلوم بود یه مادر تازه که از خوابی داشت اصلا نتونسته حالا رو درست کنه یا مثلا شاید با یه لباس خیلی معمولی موهاش هم جوری کش با کش بسته بود اومده بود یه مادر اومده بود اصلا م... کاملا اون نگرانی که داشت حالا به خاطر شاید هر اتفاقی که صبح افتاده بود در واقع اون استرس با همون یعنی خودمون بودیم بودن. یعنی همه مادرایی که اومده بودن اونجا خود واقعیشون بودن با همون احساس و حالت هایی که اون روز داشتن اومده بودن توی اون گروه و یه مورد دیگه هم که حالا من خیلی برای من در واقع بنا کننده بود این بود که برای خودشون یه حالا تو هم اشاره کردی که به اون تفریحات یه وقتایی هم میذاشتن که در واقع با هم تفریح میرفتن یعنی پر... حالا دو, دو تا ها رو بجز اینکه توی این گروه بودیم و صحبت می‌کردیم یه قسمتای از کلام خدا میشنیدیم در واقع شهادت هامون رو با هم می‌گفتیم درد و دل میکردیم یه قسمت هم که یه قرارای با هم می‌ذاشتن و هر کس دردی مثلا یکی بچه رو پیش حالا همسرش میذاشت، یکی پیش خانم هر کی هر کیو داشت و خودشون یعنی دور از اون فضای بچه با هم یه تایمی رو می‌گذروندن اینا برای من خیلی واقعا ب... به من کمک کرد پس عزیزان شما رو هم تشویق میکنیم که ابتدا برای خودتونم ارزش قائل باشین برای خودتون فکر کنین برای خودتون زمان بگذارین چون خداوندی که ما رو آفریده میخواد که ما سلامت باشیم ما میخواد سلامت روانی داشته باشیم شما رو تشویق میکنم حتی به گروه های مادران هم بپیوندین یعنی مادرایی پیدا کنین که بتونین با هم در تماس باشین در این بین باز تشویقتون میکنم که با ما در تماس باشین ایمیل های ما هست تلفن های ما هست با ما در تماس باشین و از شما خیلی ممنونیم که بیننده این قسمت از برنامه ما بودین شما را به خدا بزرگ